بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه، برنامه امروز رو بدون ویدیو شروع میکنیم. امروز چهارشنبه است، نهم مرداد 1398 برابر با 31 ماه جولای یا به قول فرانسوی ها ژوئیه 2019 میلادی. یه آهنگ بسیار قشنگی بود، میگفت چه خبر از ایران. حالا شما به ما بگید که چه خبر از ایران، چه خبر از دنیا، کجای کار هستیم و چه باید کرد. این برنامه موضوع خاصی نداره، از همه جا از هر دری سخنی و به قول دوستان از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق، در سری برنامه های سربی با مردم. خیلی ممنون میشم اگر دوستانی که برنامه های ما رو میبینن لطف کنن به دوستانشون هم این برنامه ها رو شیر کنن، در میون بذارن، پیشنهاد کنن، سهیم بشن، و مهمتر و ممنونتر میشیم اگر حمایت کنن از تلویزیون مردم. تلویزیون مردمی که در 20 سال گذشته روی پای خودش وایستاده و از جایی پولی دریافت نکرده، خداییش به شما بگم، شاید اگر پیشنهاد میکردن ما قبول میکردیم. اون موقعی که پیشنهاد میکردن بنده خیلی پول داشتم و قبول نکردم. بعد که دیگه حالا وضع مالی اونجوری که باید و شاید خوب نیست، البته بگم بهتون بد هم نیست. دیروز داشتم این ماجرای حالا بیرون بگم، حالا هرچی ما میگیم کسی نمیاد پول بده، ولی همه میگن مزدور. میگیم آقا این مزدور، خب مزد ما رو هم بگیرید از راه دور پرداخت کنید بیاد اینجا. و گفت که یکی عاشق شد، نامزدش گفت که من میخوام بیام برای خواستگاری، گفت به این سادگی ها نیست، باید خرجم کنی. اون بنده خدا هم رفت و این کار رو انجام داد. ویدیو رو به شما نشون میدم. ممنونم از دوستمون از خلیج فارس که این ویدیو رو فرستاده. ممنونم از دوستمون از خلیج فارس که در باره برنامه آقای حسن فیروزی صحبت کردن و گفتن ایشون حرفای خوبی میزنن، ولی لب مطلب باز چون ایشون پیرو دین بهائیت هستن، یه جورایی میخوان این دین رو به دیگران هم به اصطلاح چی میگن، توجیه نه، تلقینم میشه و به اونا بقبولانن. در هر صورت گفته ها آزاد، گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، و بشینید گوش بدید و اگه دوست داشتید حرفی رو که میگن قبول کردید، دنبالشون برید، تماس باشون بگیرید، حمایتشون کنید. باز برمیگردیم سر حمایت. حمایت کنید تلویزیون مردم رو. این زشته که شما چندین سال با ما بوده باشید و حمایت نکنید یا حمایت نکرده باشید. ممنونم از آقا مرتضی، ایشون دوست قدیمی من هست که هفته پیش یه لینکی رو از من خواست، یه لینک برنامه ویدیویی رو، و من اون لینک رو در اختیارش گذاشتم. با وجودی که خودش خیلی متخصص هست تو کارهای رادیو تلویزیون و اینها، نوشتون من وارد نیستم این برنامه ها رو از روی یوتیوب پیدا کنم. من هم براش یک لینکی فرستادم، از اون لینک های جوندارا که همه ویدیوهای ما، یعنی دوستان واقعا شوخی نمی کنم، 1900 تا نزدیک به 2000 تا ویدیو اونجاست. وقتی من گفتم 20 سال، من کار رادیو تلویزیون رو الان میشه گفت 21 ساله شروع کردم، چون از سال 1998 یعنی 2 سال به سال 2000، الانم 19 سال میشه 21 سال. ولی ما مثل ایرانیان نمیگیم یه سالش تموم شد، شد 2 سال، وای میسیم تا اون آخر، بعدن میگیم حالا شد یه سالش، حالا شد 2 سالش و الی آخر. ما از 1998 تا 2003 با دیگران، شاید هم برای دیگران کار میکردیم بدون اینکه دستمزدی دریافت کنیم. یعنی حقیقتش کار کردن خر بود، خوردن یابو. و 2003
به این دلیل که دیدم هیچ تلویزیونی مستقل نیست و هر کدام از اینها شما اگه یه حرفی زدی میگی این حرفو اضافی گفتی، این حرفو کم گفتی، ما آمدیم و اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی رو، بله یادتون باشه، اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی همین مردم تیوی نقلی رو در همین ویرجینیا نزدیک واشنگتن راه انداختیم و از سال 2003 تا 2006 چون هنوز باز کار میکردیم و قرارداد داشتیم و اینها پول خوبی در می آوردیم، از کسی پولی نمی گرفتیم، شده بودیم نوکر بی جی رو، مواجب این و اون، اون کی آقای دکتر فلانی، اون کی آقای دکتر کوفت، اون یکی دکتر زهرمار و اینا هم میمدن و یه وقت چشمونو باز کردیم دیدیم آقا اینا دارن هفتگی از ملت پول میگیرن، ماهیانه پول میگیرن و ما اینجا بیا و آب پاشی کن و سماور روشن کن و اینها و هیچی نمیگیریم و خرجا هم همه رو دوش ماست. اون موقع ما این 900 دلار، شما الان یه تلفن میگیریم ما 30-40 دلار باهاش فیلم نگاه میکنی مجانی، هرچی تلفن میزنی به خاله و عمه مجانی، هرچی تکس میفرسی مجانی. اون موقع که اینجوری نبود، اون موقع ما این 900 دلار ما فقط میدادیم برای ویدیو استریمینگ، همین کاری که الان فیسبوک داره مجانی انجام میده، همین کاری که یوتیوب داره مجانی انجام میده. و اتفاقا دیروز به یکی از دوستان گفتم خب بعضی از این دوستان شانس آوردن، زمانی رسیدن که همه چیز مجانی بوده. ما اون موقع اینجوری نبود، ضمناً چون از طریق ساتلایت آمده بودیم با مردم آشنا شده بودیم، بینندگان ساتلایت کیا بودن؟ افرادی بودن پیر و پاتالتر از خودمون و بیشترشون افرادی بودن که کار نمی کردن. کیا کار نمی کنن؟ معمولاً کسانی بودن که پولای دزدی زمان شاه رو آورده بودن و همه هم براشون به اصطلاح دوره شاه بهشت برین بوده. شاید هم درست میگفتن، برای اونا بهشت بوده، ولی همیشه یادتون باشه بهشت که هست جهنمی هم هست. گاهی وقتی از اهالی محترم جهنم هم احوال بپرسید. خلاصه این بود که اگه میبینید مثلا بینندای ما 200 نفر، 300 نفر، 6 نفر، 7 نفر، 5 نفر هستن و بیننده دیگران نمیدونم 10,000 تا 20,000 تا، آقا الان اونا 85 میلیون جمعیت، یه عده جوون بیچاره در به در پناهجو پناهنده که در کشورهای مختلف هر کدام یه تلفن دستشونه و با این تلفن مجانی بدون خریدن ریسیور، همون دیش که شما به اشتباه بهش میگین ماهواره، از به اصطلاح فیسبوک و یوتیوب این برنامه رو میبینن. یه دم این یه ویدیو یه نفر گذاشته یه شعر مزخرفی میخونه 12,000 تا بیننده داره و مهم نیست برای من 100,000 تا یا اکاش ما 5 تا بیننده داشتیم، ولی مثل پتیک بودن، مثل آقای نیساری بودن، مثل سعید بودن، مثل آقای خوشنودی بودن اینها. و والا اینا همشون لازم مالی کمک نمی کنن، ولی همین که هستن بودنشون یک به اصطلاح قوت قلبی هست و به آدم باز دلیلی میده که فردا برگردن. آقای بخشعلی علیزاده هم برای ما آرزوی موفقیت میکنه. به نظر میرسه که ما موفق بودنمون فقط مگر با آرزو و امید برآورده بشه، چون در عمل وقتی کسی حمایت نکنه موفق نمیشیم و این یه تعارفی بیش نیست. اجازه بدید من این برنامه رو سربی با مردم که از سال 2006 این اسم رو گذاشتیم رو با تلویزیون مردم هم سهیم بشم و برنامه رو پی بگیریم. یه تبلیغ مجانی دارم امروز برای حزب آزادی پرشیا. همونجوری که میدونید یه آقای نسبتاً جوون، میدونید همه چیز در زندگی نسبیه، وقتی من 60 سالمه 63 سالمه میگم یه آقای جوون، یعنی از من جوونتره. حالا از 62 ساله برای من جوونه تا یه ساله، ولی وقتی 20 سالم بود اگه میگفتم یه آدم جوون، یعنی اون باید 19 سالش باشه تا یه سال مثلا بمانه. این آقای ناصر ممقانی که از بنده جوانتر هست، یه زمانی آمد با شور و هیجان یک کاری رو انجام داد که من همون موقع بهش گفتم این کار شما اشتباه است و ایشون بدش آمد، فکر کرد ما دشمنش هست، رفت و انجام داد و زندانش هم کشید. جرائم نقدیش رو هم، چه به صورت جریمه، چه به صورت بازداشت، چه به صورت
پول وکیل، چه به صورت از کار بیکار شدن پرداخت. حالا به قول خودش میگه من مچور شدم. مچور یعنی عاقل شدم، بالغ شدم از لحاظ سیاسی و اینها، آمده و فعالیت میکنه. خب به نظر من هنوز هم داره کارهای اشتباه انجام میده. آمدن یه حزبی درست کردن به نام حزب آزادی پرژیا. اولا وقتی اسم ایران ایرانه، الان شما میگید حزب آزادی پرژیا، این حزب رو در کانادا شما به چه اسمی به ثبت رسوندید؟ به انگلیسی به ثبت رسوندید؟ به فارسی به ثبت رسوندید؟ اساسنامه این حزب کجاست؟ وبسایت این حزب کجاست؟ فیسبوک صفحه این حزب کجاست؟ بله، خانم سوسن ولایت هم، همشهری و همولایتی بنده، شدن معاون این. آقا خانم ما میدونیم همیشه یه نفر دو نفر میان، یکی میشه رئیس، یکی میشه معاون، یکی میشه مشاور ارشد، پس فردا همون مشاور ارشد میگه من میخوام بشم رئیس، جدا میشن، میشه سه تا حزب سه تا رئیس دارن و باز دوباره پس فردا از بین میرن و مثل فواره هایی که میرن بالا و سرنگون میشن، یا مثل شعر خیام گفت از باد از خاک برآمدیم و برباد شدیم، میرن از بین. امروز یک ویدیویی رو خانم ولایت برای من فرستاده بود که آقای سوربی درباره این ویدیو، این ویدیو رو تماشا کردی؟ گفتم من تماشا کردم، میخواستم چیزی ننویسم، چون دیگه باور دارم تا موقعی که نظر کسی رو نپرسیدن بهتر ما نظر ندیم. اگه نظرتون رو پرسیدن یه جمله هم اضافه کنید. امیدوارم شما از انتقاد بنده یا از نظر بنده دلگیر نشوید. این نظر منه، ما نظرمون رو براشون نوشتیم. اولا نوشتیم این چه درد بی علاجی هست که دوستان آهنگ میذارن وقتی که برنامه دارن. میخواین دوستان منم یه آهنگ بذارم؟ شاید تعداد بیننده های ویدیو اینجوری بره بالا، شاید طرف به حرفای من گوش نمیده، طرف به آهنگ زمینه یا بک‌گراند داره گوش میده. میگم خب خانم عزیز شما آمدی نشستی صحبت کردی، برای چی؟ برای که من بیننده، من شنونده حرف شما رو گوش کنم، بشنوم، بفهمم. کدام مدرسه شما رفتی نشستی وقتی معلم استاد از دم در آمد گفت مبصر آهنگ ناناشناش روشن کن، من میخوام امروز درس بدم فیزیک، ظروف مرتبطه، شیمی عالی، نمیدونم فلان. کدام مدرسه این کار کرده؟ به غیر از مدرسه موسیقی، مدرسه موزیک که همونم همش که موزیک پخش نمیکنه، میان اول حرفشونو میزنن بعد میگن حالا به یک قطعه نمیدونم چهار مزرا، به یک قطعه دشتی، به یک قطعه ماهور توجه کنید. این چه مصیبتیه که گرفتار شما شده؟ امروز یه خانمی برای من یه فیلمی فرستاده بود، گفتیم خب نگاه کنیم. نشستیم نگاه کردیم، دیدیم اولا آمده از رو تلویزیون یک موزیک سرود ای ایران بسیار بد با صدای بسیار بد داره پخش میکنه. حالا گفتیم خب این اوپنینگ، بذار دلش خوش باشه. بعضی هم به اشتباه فکر کنن سرود ای ایران سرود به اصطلاح ملی بوده، نشنال انتم بوده. گوش دادیم بعد دیدیم حالا تازه یه خانمی آمده با داریه و نمیدونم تنبک نشسته داره میخونه، اونم دوباره از تلویزیون. مثل این خانم بلد نیست چجوری ویدیوها رو مستقیم بده به این دستگاه از تلویزیون. بعد همه این ماجرا و وقت تلف کردن دیوانه ای به نام دکتر حمزه پور رو نشون داد که این دکتر حمزه پور در واشنگتن یک دلغک دیوانه است. خب این رو هم تحمل کردیم، بعد دیدیم تازه الان میخواد برنامه آقای بیژن فرهودی که با کیفیت بسیار خوب خود آقای بیژن فرهودی اجرا میکنه ایشون ما رو با... گفتم خانم خوی تصویر که بده، صدا هم که بده. ببخشید اون وقتا میگفتن یه نفر رفت یکی رو بلند کرد گفت که بیا بریم فلان جا، این قدم بهت میدم. گفت آخه به این راه نزدیکه، به این پول زیاده، به این قیافه و ترکیب درسته، من به چی دلم خوش باشه؟ برگردیم سراغ حزب پرژیا و صحبتای ناصر ممقانی که توسط معاون این حزب خونده شد. واقعا آدم متاسف میشه برای خودش که یه نفر بیاد نوشته ای رو بخونه
به یک رهبر دیوانه نمیدونم ایران شروع کنه بگه تو گو خوردی، تو غلط کردی، بعد حالا اونم نشسته حرف شما رو گوش میکنه، از فردا میره آدم خوبی میشه. آخه نکنید این کارو، برید بخونید، برید نگاه کنید، ببینید راه اندازی یک حزب، راه اندازی یک جنبش چگونه است، اون رهبر یک حزب چه شرایطی باید داشته باشه، سخنگوی یک حزب چه شرایطی باید داشته باشه. چرا کاری رو میکنید که دیگران و خودتون بارها انجام دادید و نتیجه‌ای نگرفتید؟ این تبلیغ مجانی برای حزب آزادی پرجیا. دوستان برید و آزاد کنید. کی دکتر نیست؟ آقا همه دکترن، هر کی هم دکتر نیست سکخوره. سکخور میدونید چیه؟ این اینایی که سوار خر میشدن توی شیراز، یه چوبی داشتن، یه میخی توی این چوب بود، یه چوب کوچولو، نه اون چوبی که به بیچاره اولاغ میزدن، یه چوب کوچولو تو دستشون بود، این یه میخ توش بود، اینو میزدن به خر بیچاره که تندتر بره، به این میگفتن سک. و حالا دیگه نمیدونم اون بازی سک سک و نمیدونم این چیزا از این اومده یا نه. و بمانه آقای دکتر، آقای دکتر اتومبیل هم با ما هست و اتفاقا یه برنامه رو از آقای فرامرز دادرس میدیدم، گوه آقا طرف میاد میره نمیدونم 4 سال 6 سال دندون پزشکی میخونه، دندون پزشک، حالا خب به زور بهش میگیم دکتر، حالا دکتر که هست، آقا تو که مفسر سیاسی و تحلیلگر سیاسی نیستی، میاد البته خب خود آقای فرامرز دادرس هم مینس کارشناس نمیدونم فلان، هممون یه جورایی این موتورمون 3 کار میکنه. حالا یه وقت فکر نکنید موتورمون 4 سیلند مثل پیکان 3 کار میکنه، موتور ما 8 سیلند 3 کار میکنه، 5 تا سیلندش کار نمیکنه و تازه این سیلندا باید زور بزنن اون بنزین و هوا رو از سوراخ اون سیلندا هم بکنن بیرون. حالا کاوسی میگه ما 2 روز نرفتیم تلویزیون ها، این سوربی شد دکتر اتومبیل. بماند. خب بیاییم ببینیم چه باید کرد. بله، حکم قصاص با طناب دار برای نجفی. یه چیزی جمهوری اسلامی به اصطلاح داره که من خیلی خوشم میاد. حالا ببخشید میدونم دروغم میگن بعضی وقتا، هم فلانی اصلا چیز نیست، قاچاقچی نیست، میگن قاچاقچی فلان اینها، من کاری به اون قسمت ها ندارم، دارم اینو میگم. این آقای شهردار سابق تهران و که رفته یه زن جوانی گرفته، پدرشم به این بیناموس گفته من دخترم رو به تو امانت میدم، از امانت ما خوب نگهداری کن، اینم با چند تا تیر کشتش، الان 1-2 ماه گذشته گرفتن و یه چایی هم تو کلانتری بهش دادن و هم گفتن آقا ما رمزون روزخاری و اینها، الان حکم قصاص صادر شده، آقا باید بیاریمش تو میدون، دار تناب دار آماده، مگر اینکه خانواده رضایت بده. خانواده پدر و مادر آمدن گفتن ما این کار رو به پسرمون یعنی برادر اون مرحوم یا مرحومه به اصطلاح میدیم، این وکیل ما باشه، اگه خواست ببخشه، اگه نخواست نبخشه. که بعضی وقتا اینا چون پول زیادی دارن و اون خانواده‌ای که میاد دختر جوونش رو، دختر 26 7 ساله رو میده به یک مرد 60 ساله، احتمالاً اینها از لحاظ مالی و مادی یا کمبود دارن یا باز هم کمبود مالی دارن که این کار رو انجام میدن و معمولاً این پولدارا میتونن بعداً به عنوان دیه این ماجرای قصاص و اینها رو از بین ببرن. حالا من نمیدونم توی دولت جمهوری اسلامی که اصلا جمهوری نمیتونه اسلامی باشه، جمهوری نمیتونه یهودی باشه، اون دولت اسرائیل هم مشکل داره، جرم دولتی چی میشه؟ اون کجا میره؟ هر کی زد یه نفر رو کشت، همچین که خانواده اون رضایت بدن و داله یا دیه بگیرن یا از بزرگمنشیشون بیان پای چیز، میبینیم خانم مادره میاد اونجایی قاتل بچهش رو میخوان اعدام کنن، میره با چشم گریه تناب رو از گردن قاتل بر میداره به این امید که این آدم بشه، و متاسفانه میبینیم که بعض وقتا آدم نمیشن و میان بیرون بدتر هم میشن. و اما اون جرم دولتی رو شما به من بگید چی میشه چی نمیشه. برگردیم به این ماجرای تناب دار برای آقای نجفی.
آقای مسعود استاد که خواهر داداش اون خانم استادی بود که کشته شد، فامیلیشون استاده، این گفته که من ممکنه الان 1% به فکر بخشش باشم، ولی شرط داره. شرطش اینه که این آدم بیاد به اصطلاح عذرخواهی کنه، ابراز ندامت و پشیمانی کنه، نه اینکه وکیلش تازه بیاد به ما بد و بیرا بگه و ما رو متهم کنه. دوستان عزیز، خیلی خوشحالم آقای انصاری هم اینجا هستن. آقای احمدعلی مسعود انصاری، ویدیوهاشون رو ببینید، صفحه فیسبوکشون رو ویزیت کنید. ایشون ویدیوهای بسیار زیاد، نوشته‌های بسیار زیاد با تلویزیون‌های مختلف دارن که یه سری حقایق اون صفحات تاریک تاریخ ایران رو روشن میکنن. و من سال هاست که فکر کنم سال 2001-2002 با ایشون آشنا شدم، از اون سال تا امروز از ایشون دروغی نشنیدم و حرفی که میزنن خیلی استوار پشت حرفشون وایستادن و خیلی جالبه. نوکر هیچ دولتی نیستن. بارها گفتن آقا شما نمک رو خوردی، نمک دون رو شکستی. میگه من نمکی بجز نمک خدا نخوردم، خدا هم خودش میدونه که من نمک دون شکن نیستم. اینم ماجرای آقای احمدعلی مسعود انصاری. امیدوارم به زودی برنامه هم از ایشون در تلویزیون مردم داشته باشیم تا درباره اوضاع و احوال جدید، حتی همین آخوندها، حتی اون آخرهای دوره شاه و اینها برای من و شما بازگو کنند. خب، و اما دیشب در دیترویت، در جایی که یک زمانی صنعت اتومبیل سازی اونجا واقعا بومینگ خیلی برا بود و اینها، برنامه بود، مناظره نامزدهای انتخاباتی سال 2020 که از بس اینا زیادن، یعنی الان 20 تا 22 تا هستن، ولی اینها 20 تاشون رو 10 تا دیشب و 10 تا امشب. خلاصه مطلب اینه که اینا حالت تبلیغ داره و یه تبلیغ نارسه، یعنی کسی که میاد چند روز تبلیغ میکنن که آقا خانم فلانی میاد، آقای فلانی میاد و اینا 60 ثانیه 1 دقیقه بیشتر وقت ندارن حرف بزنن، تون 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 باید بگه و اون یکی هم میاد اعتراض میکنه، اون یکی میگه بیا جوابشو بده، 30 ثانیه فلان. خلاصه به یک بازی بیش شباهت نیست، یعنی یک بازی کثیف سیاسی. خانم ولایت، من چند دقیقه پیش درباره این حزب آزادی پرژیا صحبت کردم. شما ایران رو به پرژیا قبول داری یا به اصطلاح پرژیا باید بشه؟ و راجع به زبان و اینها هم شما صحبت هایی دارید، اگر دوست داشتید میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، چون من دیدم که آقای ناصر ممقانی اهل پول خرج کردن نیستن و هر وقت ما گفتیم آقا خب یه حمایتی کنگو برات آفتابه میفرستم و نمیدونم بیده میفرستم، اگر خواستید، چون این فیلم ها ضبط شده و کاری به اون صورت برای ما نداره، وقتی از ما تلف نمیکنه، با یه مخارج بسیار کمی از تلویزیون مردم، از صفحه فیسبوک مردم تیوی برای دیگران هم پخش میکنیم. خود شما الان 5000 تا دوست و دشمن دارید روی فیسبوک، ما بالاخره 5000 تا روی صفحه شخصیمون داریم، نزدیک به 9000 تا روی صفحه مردم تیوی داریم و مثل دیگران دروغ نمیگیم بگیم ما میلیون ها نفر بیننده داریم، ولی همین 4-5 تا بیننده که داریم، به نظر من شما مخصوصا اگر میخواین حزبتون راه بیفته و شروع بشه و اینها، باید هر جایی که میتونید، هر دو نفر اینجا، هر یه نفر اونجا، اینها رو آگاه کنید و به سوی خودتون فرا بخوانید. آقای پرویز باباییان، من پیام شما رو در برنامه قبل تا همون جایی که فهمیدم برای خودم بوده پخش کردم و توضیح هم دادم. دوست عزیز، شما که خودت بهتر میدونی، ما اینجا باید دنبال یه لقمه نون و پنیر و کار و کاسبی باشیم تا از خونمون بیرون نندازن، نه خانممون خدای نکرده، این بانک که صاحب این خونه است، اداره آب و برق قطع نکنن، گاز و نمیدونم کیبل و فلان نه، و از همه اینها مهمتر اداره مالیات و مالیات املاک پراپرتی که
که اگه شما مالیاتشون ندی اون وقت معلوم میشه که کی صاحب خونه است اینجا، میندازن بیرون. ما دنبال کار و زندگی هستیم، بهترین راه تماس شما با ما همین تلفن هست، همین ویدیوهایی هست که خودت میتونی درست کنی، همین فیسبوکه که میتونی زنگ بزنی پیغام بذاری. شما گفتی که فیسبوک بندت کرده فعلا، یا فیسبوک بند کرده بهت یا گیر داده بهت، با همین شماره تلفنی که الان اینجا بهتون نشون میدم، افکت 3 میاتش خودش الان بعد آمد 202-695-2573 میتونید تکست ارسال کنید، میتونید لینک ویدیو ارسال کنید، میتونید پیام بذارید به مدت 3 دقیقه. اگه 3 دقیقه کم و کافی نیست دوباره یه 3 دقیقه دیگه. خب اجازه بدید به تمام دوستان یک سلام دست جمعی کنم. دیدید بعضی ها میگن هزاران درود بر شما، والا من نمیفهمم این یعنی چی، این چه مزخرفیه. ما یه جا میریم وارد میشیم میبینیم این میخواد بلند شه، اون میخواد بلند شه، اشاره میکنیم لطفاً بنشینید، میگیم سلام به همه دوستان. کسی نمیگه ببینم اینجا 34 نفر نشستن، 34 تا درود به شما. یا اونی که میگه هزاران درود بر شما، یه روز بشینید بیکار هستید ببینید اگه 10 بار بخواید بگید درود 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 چند دقیقه چند ثانیه طول میکشه. حالا اینو ضرب در 100 کنید، هزاران درود دیگه چه مزخرفیه. خب بریم سراغ دوستانمونم رفتیم و مناظره 10 نامزد ریاست جمهوری آمریکا رو دیشب نصف شد دیدیم. این مثل چسب دوقلوه، یه قلش رو دیشب دیدی، یه قل دیگه رو امشب خواهی دید. من وقتم رو با اینها تلف نمی کنم، من میذارم به اصطلاح شب اینایی که کمدین هستن و جوک میگن گفته های اینها رو به صورت جوک، به صورت طنز، معمولا طنز حقیقت تلخ، اینها رو بیان میکنن، اون موقع هم لبخند میزنیم هم گوش میدیم و هم خیلی هم خلاصه شده. خب خانم مینا خانم از آلمان میگه شما برنامه نداری؟ والا بلا داریم، هم روی مردم تیوی هست، اجازه بدیم ببینیم هستیم نیستیم. بله هم روی مردم تیوی هستیم، مردمتیوی.com، و هم روی فیسبوک هستیم. حالا من برای این دوستمون ویدیوی فیسبوک رو هم میفرستم تا ایشون هم بیاد تو به اصطلاح با ما همراه باشن. این مینا خانم همون نوشته ای رو که من اون روز خوندم ایشون نوشته بودن و بهتون گفتم که برای ترامپ نوشته بودن که آخه تو فکر این نیستی که یه روزی هم بالاخره میمیری، سرتو میذاری زمین و روحت از بدنت جدا میشه و باید به اصطلاح یک کاری بکنی که از خودت اقلا راضی باشی. این مردک دیوانه است، آمده برای افرادی که سپتامبر 11 سپتامبر 2001 رفتن و رفتن یه جاهایی که گازای بد بود به اصطلاح سرطان گرفتن و اینها، برای که دیگران رو نجات بدن. این خودش بارها به تلویزیون ها زنگ زده بود، گفته بود من الان نشستم از تو آپارتمانم دارم نگاه میکنم، که اونم دروغ بود. میگفتن آپارتمان این مشرف به اون ساختمان های به اصطلاح برج های دوقلو و اینها نبوده. حالا دیگه یه قدم رفته جلوتر، میگه من اونجا بودم به مردم کمک میکردم. پریروز وقتی آمده بودم تو کاخ سفید که این به اصطلاح امضا کنه که به این بیچاره ها کمک های بهداشتی، خدمات درمانی و اینها بدن، این آقا اونجا هم با پررویی گفت که خب منم یکی از همونایی بودم که کمک میکردم، تمام اونایی که اونجا بودن و کمک کردن امروز مریض هستن یا خانواده‌هاشون هستن، یک نفر یک دست برای این نزد. چون معمولا وقتی یک کسی یه چیزی میگه که حقیقت داره، اطرافیان با زدن دست و کف زدن و وایستادن ادای احترام و تشکر میکنن. یک نفر برای این دست نزد. برین اون ویدیو رو نگاه کنید و من نمیدونم این خانواده شیاد و شالاتانی اینها چه پدر سوختای هستن که خجالت نمیکشن به این مردک پیر شالاتان بگن آخه خجالت هم خوبه، حدی داره دروغ گفتن اینها، ولی همینه که هست. آقای انصاری میگن قدرت کور میکنه، والا بعضی وقتا کور و کر و خر و هرچی که بگید میشن. بله اون قسمت رو شما درست میدید. خب دوستان عزیز بیایم به عکس روز، رابطه غم نان با قانون شکنی رو
اینجا بخونیم و ببینیم. من دیدم که یک خانم آقای جوانی که در ایران دست فروشی میکردن آمدن از ایران بیرون و اون خانم که مجاهد بوده، حالا داداشم اونجاست، داداشم خیلی بهش فوش میده و اینها، یه برنامه با اینها گذاشته بود و من یه بار تو برنامه هام از شما پرسیدم آقا خانم اگر شما، پدر شما، برادر شما یه مغازه‌ای داشته باشه تو خیابون زند شیراز، تو خیابون داریوش شیراز، تو خیابون نمیدونم هر چیز تهران، و من سربی با یه ماشین بیام اون ساعتایی که این بند خدا هیچ مشتری نداره، نه نگاه کنم ببینم چه موقعی تو این خیابون آدم رد میشه، اون ساعت عقب ماشین رو باز کنم، کاپوت عقب رو باز کنم و شروع کنم به دست فروشی. شما به عنوان برادر این مغازه، شما به عنوان فرزند این مغازه دار، نسبت به من که دارم حق او رو زیر پا میذارم چه احساسی داری؟ حالا میدونم بیکاری هست، فلان هست، اینها هست، اون وقت شهرداری چه وظیفه‌ای داره؟ شهرداری در مقابل اون آیا وظیفه داره بیاد من دست فروش رو اول اخطار بده، بگه این کاری که شما میکنی غیر قانونی نیست؟ دوستان قانون رو مردم درست کردن، بله قانونای بد رو باید زد و داغون کرد و اینجا قانون برده فروشی داشتن، اینجا قانون این بوده که زنا رأی نتونن بدن، همه رو از بین بردن، ولی دیگه یه سری قانون هم هست که قانونه. آقا یکی از این قوانین اینجا محدودیت سرعت، خب اینجا به من میگه 55 تا، میرم یه جایی که من هستم و آهو، میگه برو 70 تا ماکسیموم تو میزنی به آهو، یا آهو کشته میشه یا تو کشته میشه. یه جای دیگه میام جمعیت زیاده، میگه 40 تا، میرسم به نزدیک مدرسه میگه 25 تا. خب من نمیتونم بگم این قانون بده، من دیر میرسم سر کار، جلو مدرسه 40 مایل برم. میگیرن جریمه میکنن، یه بار، دو بار، سه بار جریمه میکنن، بار سوم، چهارم گواهی نامه‌تو میگیرن و الی آخر. شما به من بگید چه باید کرد؟ اینم این. آقای مانی میگه یادم رفت. هلو، چی یادت رفت؟ درود و سلام و نامستا به شما. بعد میگه هلو یادم رفت. خب اتفاقا آلمان که بودم این دوستان به من گفتن که آخر آگست آقای هادی خورسندی میاد و یه برنامه‌ای در فرانکفورت گویا دارن در آلمان، و اینها به من میگفتن که وایسا تا اون روز، که البته ما تا همون سوم آگست هم نتونستیم وایسیم و کار داشتیم، مجبور شدیم برگردیم بیایم و سفرمون به اصطلاح نیمه، چی میگن، ناتمام مون. خب بیایم اینجا بخونیم این چیزی رو که براتون گفتیم، ببینیم چی هست این ماجرای رابطه غم نان با قانون شکنی. بله، عکس روز، رابطه غم نان با قانون شکنی. این عکس رو من به شما نشون میدم و این پایینش رو هم میخونم براتون، فقط اگه یه لحظه اجازه بدین که من صفحه رو عوض کنم بیارم اینجا ببینم کجا به کجاست، نقل کجاست. بله، اگرم امروز ما تصویر نداریم چون جایی که هستم دوربین و امکانات نیست و من مجبورم به این صورت به شما، با شما به اصطلاح در تماس باشم و برنامه داشته باشم. واقعا دیدم این آقای فرامرز دادرس از داخل یه هتلی داشت برنامه پخش میکرد. حالا چرا هتل؟ هتل شما وقتی نگاه میکنید پشت درش اون راه فرار و اینا معلومه، تخت خواب و دکورش معمولا همیشه به یک صورت، خب اینا هم سالهای زیاد بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که اینجوری سرویس بهتری میتونن به اصطلاح به مردم بدن، یا از اون سطح، از اون مساحت کم اتاق بیشترین استفاده رو ببر. میگه که به این تصاویر نگاهی میافکنیم به جهان پیرامون ما، رابطه غم نان با قانون شکنی. ببینید این آقا چقدر لاستیک موتورسیکلت گذاشته روی این موتور و میبینید که حتی فکر کنم خودش رو هم از لای لاستیکا رد کردن،
حالا من نمیدونم من اینجوری میبینم یا این کار بود در ایران هنوزم ادامه داره. در سال گذشته 3745 موتور سوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادن، بیشترین تلفات جانی در استان تهران بوده است. علی‌رغم همه آموزش ها، بعضی از راننده ها قوانین راهنمایی و رانندگی مربوط به موتورسیکلت را نادیده می گیرند. چرا؟ چون آنها مجبورند در این وضعیت اقتصادی روزی خود را از طریق مسافر و بارکشی با موتورسیکلت درآورند که حاصل آن چنین صحنه هایی می شود. ببینید این آقا داره کار یه تاکسی بار را انجام میده و صحنه دیگرش من نمیدونم این نوشته دو چهره متفاوت بارانهای موسمی، این چه ربطی با اون داشت؟ و همکنون فصل بارانهای موسمی در شرق آسیا است. خب بلش کن برگردیم، اینم از به اصطلاح برنامه هایی هست که دوستان وقتی یه لینکی میفرسن شما نمیدونی با به اصطلاح کلیک کردن روی این لینک کجا شما سر در میاری و چه خواهد شد. حزب چپ ایران، فدائیان خلق، میدونید که اینا فدائیان اکثریت شدن و فدائیان اقلیت شدن و من هیچ وقت جزو هیچ حزبی نبودم، سواد حزبی ندارم به اصطلاح، ولی نفهمیدم این حزبایی هم که تو ایرانه اینا کارشون چی هست، چه کار کردن، چه کار مهمی برای مردم انجام دادن و هدفشون چی هست. شما اگه میدونید بیان مهمون ما باشید برای دیگران توضیح بدید. ولی اینها یک ایمیلی رو دست جمعی ارسال کردن که یکی از گیرندگان این ایمیل آقای تیمسار امیر هوشنگ آریانپور بودن. آقای آریانپور برای اینها نوشته که با عرض سلام، با توجه به نوشته حزب چپ ایران توی پرانتز فدائیان خلق و سیاست ضد ملی حذف آموزش به زبان فارسی، هنگامی که کشور ایرانی برای من و شما در 40 سال گذشته وجود نداشته است و معلوم نیست تا چه زمانی این رژیم در مصدر کار باشد، حال شما نگران زبان فارسی و حذف آن شده اید؟ آیا قبول ندارید که در مرحله اول باید ایرانی وجود داشته باشد تا من و شما فکر زبان فارسی و توسعه آن را در کشور در ارجحیت یکم قرار دهیم؟ توجه داشته باشید که در بیش از 1000 سال مسئولان کشور ایران نتوانستند زبان فارسی را به گیلک ها، آذری ها، بلوچ ها، ترکمن ها، بومیان عرب زبان در جنوب ایران و و و یاد بدهم. حال شما نگران هستید که این ملت تنبل که از فراگیری همیشه روی برگردانده است حاضر می شود برابر شعار چپی ها عمل کند؟ من و شمای به اصطلاح تحصیل کرده پس از گذشت 40 سال اقامت در خارج کشور، کدام یک از ما توانسته است یک زبان خارجی را آنگونه یاد بگیریم که بتوانیم یک نوشته بی غلط را تهیه کنیم؟ ارادتمند هوشنگ. آقای آریانپور، از موقعی که ترامپ آمده من اصلا ناراحت نیستم، چون اقلا میدونیم زبانمون از ترامپ بهتره. به اصطلاح اون دستور چی بهش میگفتن، خدایا اون صرف و نحو و اینا مال عربیه، ولی اینجا به اصطلاح این وقتی یه چیزی می‌نویسین قواعد و قوانین اون زبان رو از این بهتر میتونیم رعایت کنیم و از این بابت دیگه نگرانی نداریم. و همیشه هم به خودمون میگیم ای بابا حالا 30 چند سال گذشته، مگه ما چند سال دیگه از عمرمون باقی است یا چند سال دیگه تو این کشور میمونیم که بخوایم زبان یاد بگیریم؟ ولی من خودم اولین کاری که تو آلمان کردم رفتم کلاس زبان آلمانی، اولین کاری که تو آمریکا کردم روز سومی که آمدم اینجا رفتم ثبت نام کردم برای کلاس انگلیسی که یکی از دوستانمون که الان ایشون زبانش خیلی بدتر از منه میگفت آقا جان شما نمیخواد زبان یاد بگیری، شما توی داخل این مردم هستی خود به خود بهت زبان یاد میدن. ولی خیلی خوشحالم که همون کلاسای ESL رو بالاخره رفتیم و 2 کلمه یاد گرفتیم تا بتونیم هر جا میخوایم بریم نریم بگیم بچه‌مون میاد از مدرسه صحبت میکنه نو انگلیش،
به قول آلمانی ها اشفشته نیش، و بالاخره گلیم خودمون رو از آب بیرون کشیدیم. دوست عزیزی که از ایران تماس گرفتی و 6 ثانیه وایستادی تا پیامگیر ما هم روشن شده، خب عزیز برادر، ما برای آقای مسعود خان از کانادا گفتیم آقا صحبت کن حرفت رو بزن، برای آقای پرویز بابایی گفتیم آقا صحبت کن حرفت رو بزن. این که فقط برای کانادا و آمریکا نبود، برای شما هم که از ایران پول خرج کردی تماس گرفتی با این شماره 202 همین بود. میدونم الان فرق میگه آقا نصیحت بسه. آقا جان من که شما رو به زور نمیارم اینجا بشونم بگم امروز کلاس اخلاق داریم، امروز کلاس نصیحت داریم. شما مختار هستید اینجا بیاین، مختار هستید اینجا بشینید، مختار هستید اینجا تشریف ببرید. هر وقت آمدید میگیم خوش آمدید، هر وقت رفتید میگیم به امید دیدار. روز روزگارتون خوش. در صورت ایشون 6 ثانیه پیغام گذاشته و همون گوشی تلفن رو که میذارن طلق میزنن به دستور زبان فارسی، نه منظورم انگلیسیه، به انگلیسی چی میگفتیم؟ گرامر که الان تبلیغش میکنه، میگه اگه میخواین گرامرتون خوب باشه، باریکلا همین شما گفتی دستور زبان فارسی، یادم افتاد که به انگلیسی میشه گرامر. خیلی ممنون، مرسی، متشکرم. اینم از تماس دوستی از ایران که پیام نگذاشته و اما میگه که یک ایمیلی من فرستادم برای دوستم آقای پتیک مهدیسیان و گفتم که کاکو جون من نمیدونم ما روی زمین چه تاج گلی بر سر خود و دیگران زدیم که حالا تلاش میکنیم بریم توی آسمون. این فیلم رو به شما نشون میدم که نشون میده توی انگلستان چند تا مرد پرنده، یه وقت فکر نکنید کی بوده، یکی از این فیلسوفا بوده یا پادشاهای چین، خودش رو بسته بود به یه مشت کبوتر و اینها با یه صندلی مثل که میخواست بره بالا و نتونست اون کار رو انجام بده، یا دیگران بودن که رفته بودن بالهایی برای خودشون درست کرده بودن و بپرن و اینها. من صدای این رو کم میکنم چون صدایی هم به اون صورت نداره، ولی شما نگاه کنید که اینها میپرن. جالبه اینها هر جا میپرن سعی میکنن که یه آبی، رودخانه‌ای، دریاچه‌ای نزدیکشون باشه که اگه افتادن برن توی آب. و اتفاقا در فرانسه که یک مرد پرنده پرید و جز به اون رژه و اینها هم بود و گفتن که احتمالاً ترامپ هم میگه من میخوام اون مرد پرنده باشم چون این آدم دیوانه عقده‌ای هست، خبر رسید که وقتی این میخواسته از اینجا بره به فلان کانال یا فلان دریا، در بین راه مجبور بوده سوختگیری کنه و اونجا درست نتونستن تنظیم کنن و افتاده تو دریا. حالا اینو شما ببینید این 3 نفر چگونه از انگلستان، بله این بلند شده و دیگه الان این چیزها خیلی ساده است. اونم بیگ بن احتمالاً همون ساختمونیه که خیلی معروفه و نزدیک مجلس و اینها هست و یکی از جاهای دیدنی انگلستان هست. و اینم نفر دوم آمد، اونم نفر سوم اونجا و اینها نمیدونم حالا هدفشون چی بوده، نمایش اینها بوده، برای فروش بوده، چی بوده. در هر صورت من گفتم خب ما چی کار کردیم در این کره زمین و روی زمین که حالا میخوایم بریم توی هوا؟ ولی جالبه دیگه بالاخره مردم و این میبینه که چقدر قشنگ و راحت آمد و اینجا نشست. اونایی که چدبازن میدونن، اگه مثل من چدباز معمولی بودید وقتی میفتید زمین باید یه جوری دو سه تا غلط، یه غلط تقریبا. به هوشنگ خان عزیز، همشهری لواوی، بله کجا بودی آقا؟ نبودی یه مدت. خب اونایی که چدباز معمولی بودن میدونن که با اون چترها وقتی شما فرود میای چون کفش مخصوص نداری و اینها، ضربه رو باید به 3 قسمت تقسیم کنی، یکی پاهات، یکی روی باسنت هست و یکی روی شونه چپ یا راست، هر جا که به اصطلاح آسون ترت باشه بغلطی تا این ضربه تقسیم بشه. اونایی که سقوط آزاد هستن، پوتینای مخصوصی بود که اینا وقتی میان با پاشون مستقیما میتونن بزنن، ولی میگفتن که پاتون، زانوتون باید یک کم خم باشه، اگه نباشه این فشار ممکنه
زانوتون رو دمیج کنه، صدمه بزنه، حتی به اون نخا و اینها هم صدمه بزنه. در صورت مبارکشون باشه، اینها بالاخره جت پوشیدنی، به این سه خلبان جت پوشیدنی هم رفتند و پریدند و حالا ببینیم که از این چه استفاده ای میکنه این بشر دوپا، برای خراب کردن کجا ازش استفاده میکنه. شما ببینید این هواپیماهای بدون سرنشینی که ساختن، به جای اینکه بگه ما با این مثلا مواد میفرستیم، مواد غذایی، مواد دارویی به یه جایی که امکان رفت آمد ماشین نیست و مردم اونجا رو مواد غذایی میدیم، دارو براشون میفرستیم، چه کار میکنه؟ از لاس وگاس میشینه پسره اینو کنترل میکنه، میره عروسی افغانستان، اشتباهی چون یه سری جمع شده بودن و تو عروسی هم تیراندازی میکنن، اونها جزء مراسمشونه توی شیراز و فارس و اینا، اتفاقا این ترکا و لورا و اینا این کار انجام میدادن، اینا رو میزنه، میکشه، داغون میکنه. این بشر هر چیزی که ساخته ازش آمده و اصطلاح سوء استفاده کرده. اگه از اینا استفاده بهینه میشد، ما امروز وضعمون خیلی بهتر بود. دوستان همین جوری که میبینید این زیر نوشتیم، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. باز نوشتیم تلویزیون مردم به حمایت شما نیازمند است. آدرس پیپل اون رو گذاشتیم که خیلی ساده است، paypal.me یک ممیز یا forward/مردم تیوی، یا از روی وبسایت خود مردم تیوی.com میتونید این کار رو انجام بدید. یه بار دیگه از آقا مرتضی ممنونم که یه چکی رو فرستاده بود و نوشتم دیروز براشون که چک شما رسید، بسیار ممنون و متشکرم. و اما بریم گزیده خبرهای روز که یورونیوز برای شما انتخاب کرده رو براتون بخونیم. دو رسانه آمریکایی گفتند یا نوشتند ترامپ معافیت همکاری‌های هسته‌ای غیر نظامی ایران را تمدید می‌کند. والا ما این جمله‌ها رو که می‌خونیم از تیترش چیزی نمی‌فهمیم، باید بریم خود از سر تیترش چیزی نمی‌فهمیم، باید بریم از به اصطلاح اون مقاله ببینیم، بخونیم ببینیم چی نوشته. دو رسانه آمریکایی در آستانه پایان مهلت 90 روزه دونالد ترامپ برای معافیت‌های بین‌المللی همکاری‌های هسته‌ای غیر نظامی ایران خبر از تمدید قریب الوقوع آن دادند و میگه که ABC نیوز بامداد چهارشنبه امروز صبح با انتشار گزارشی به نقل از سه مقام رسمی نزدیک به کاخ سفید اعلام کرد، پس از یک بحث جدی در دولت دونالد ترامپ میان حامیان ادامه فعالیت معافیت‌ها و طرفداران لغو آن، سرانجام رئیس جمهوری ایالات متحده نظر استیو منوچین، این آدم خیلی جالبه، چک و پوزش نگاه کنید و ببینید چه کسایی میان زن اینا میشن برای پولشون، برای داراییشون، و چه گندی زده بود چند مدت پیش. بله، وزیر خزانه داری مبنی بر لزوم تمدید معافیت‌های همکاری‌های هسته‌ای با اهداف غیر نظامی میان ایران و جامعه جهانی را قبول کرده. این همونی که مثلا گفته بود چین و هند و اینا میتونن نفت و اینها بخرن. من خیلی وارد نیستم تو این چیزای سیاسی، تو این جمله های سیاسی به اصطلاح اقتصادی اینا، اگه کسی میدونه زنگ بزنه توضیح بده و برنامه های ما رو یه مقداری پرتوانتر، پردانشتر از این که هست بشه. بر اساس توافق هسته‌ای سال 2015، کشورهای طرف برجام باید با ایران برای نوآوری سایت‌های اتمی فردو، این فردو میگن اسمی محلیه، و آب سنگین عراق همکاری کنند. این بخش از برجام به منظور حصول اطمینان از غیر نظامی و صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای این کشور و به ویژه تضمین حق برخورداری جمهوری اسلامی از دانش پزشکی هسته‌ای تنظیم شده است. همکاری با ایران در پروژه‌های اصلاح راکتور آب سنگین عراق،
تبدیل مرکز غنی‌سازی فردو یا فردو، تبادل سوخت در راکتور نیروگاه بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران، پروژه‌های همکاری هسته‌ای بین‌المللی ایران با جامعه جهانی به شمار می‌رود. ایران در ماه‌های گذشته و با انتقاد از انفعال طرف‌های برجام، تعهدات هسته‌ای خود بر مبنای این توافق را کاهش داده و تهدید کرده است که در صورت ادامه وضعیت کنونی این روند را ادامه خواهد داد. با وجود ابراز نگرانی، طرف‌های اروپایی برجام، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد کاهش تعهدات برجامی ایران نقض کامل توافق به شمار نمی رود. حالا ببینید چه توافقی هست که چند جاشو اگر به اصطلاح توافق نکنن باز اون توافق نقض نمیشه. آمریکا هم بدونی که ترامپ نادان و کمخان خونده باشه برجام رو، تنها به این دلیل که برجام توسط دولت اوباما امضا شده و این یک خصومت ذاتی داره با اوباما که خصومت ذاتیش به همون نجات پرست بودنش برمیگرده. شما برید گذاشتم روی فیسبوک بخونید که این مملکت وقتی آقای نیکسون، وقتی ریگان گاورنر بوده، فرماندار یا استاندار ایالت کالیفرنیا بوده و نیکسون رئیس جمهور بوده، ببینید نوار تلفنیشون الان آمده که اینها به سیاه‌پوستا میگن میمون. و حالا اگر ترامپ شالاتان و نادان میاد میگه من میخوام آمریکا رو دوباره گرید کنم، برسونم به اون مقام عالیش، و دوستان ایرانی هم هستن که هیجان زده میشن و میگن بله ما میخوایم بریم آمریکا، بله خود منم که آمدم اینجا میگم این آمریکا آمریکای 40 سال پیش نیست، داداشای من که زودتر از من اومدن میگن این آمریکا آمریکای 50 سال پیش نیست، آقای اجلالی که آمده اینجا 60 سال پیش میگه این آمریکا آمریکای 60 سال پیش نیست. ولی با وجودی که از خوبی های اون موقع میگیم که آقا سیگار 1 دلار بود، بنزین 89 سنت بود، گازوئیل 99 سنت بود، ایراداش رو هم میگیم و نمیگیم اون موقع گریت بود، اون موقعی که نمیدونم برده ها کار میکردن گریت بود، ولی این آقا آمده و کلاهی هم ساخت و این کلاه رو با پول خود مردم گذاشت سر مردم و متاسفانه یک کسی به فکر فرو نرفت که ازش بپرسه آقا منظور چه سالی هست، 100 سال پیش، 200 سال پیش، 150 سال پیش و که این مملکت که 250-60 سال، 240-50 سال بیشتر سابقه و تاریخ نداره، منظور شما چه روزی هست؟ خودش فعلا فهمیده. خب این فیسبوک ما اینجایی که هستیم است که اینترنتمون قوی نیست، فیسبوک فعلا قش کرد، بیایم دوباره وصلش کنیم ببینیم چه خواهد شد. خیلی جالبه، نه ورنینگی بهت میده نه چیزی، خودش فتیله رو میکشه پایین و اون شعره بود میگفت سوختم شعله رو خاموش کن. حالا مهستی بود نه، خدا بیامرزه ایشون. اینجوری میشه. اینم از این، ما هم بیایم این رو جست ناو باز دوباره پیج شیر کنیم. و ماجرای آمریکا، ماجرای توهین ترامپ به اقلیت‌ها، ماجرای توهین ترامپ به شهر بالتیمور که خود دامادش 9000 واحد اجاره‌ای اونجا داره و این انقدر احمقه، هر روزی که یه چیزی میگه باعث میشه که دیگران برن دنبالش و گند داراییاشون. چرا میگم دارایی بد نیست که گند باشه، ولی اینا چون این پولا رو از راه شالاتانیزم، از راه چی بگم فساد به دست آوردن، از راه خوردن حق مردم، یکی یکی گند این کاراشون بالا میاد و باعث میشن پرونده های دیگری راه بیفته و برن دنبالشون. حالا کی باشه که قانون بیاد و اجرا بشه و این خانواده همگی با سلام و صلوات برن در یک زندان درست حسابی و اونجا باشن. ببینیم تنش با آمریکا و بریتانیا صادرات نفت ایران را چقدر کاهش داده. اجازه بدید من اینو ببندم بیام اینجا و از دوستان هم عذرخواهی میکنم، ولی خوشحالم که دوستان هم واردن تا
اشکالی پیش میاد اونا هم فوری میدون میان اونجایی که ما دویدیم و رفتیم. تازه ترین برآوردها از کاهش صادرات نفت به ایران به 100 هزار بشکه در روز طی ماه ژوئیه گذشته حکایت دارد. دوره‌ای که با وجود ادامه تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی، بریتانیا و ایالات متحده نیز همراه بود. خبرگزاری رویترز اعلام کرد مطابق اطلاعات منتشر شده توسط منابع صنعتی که جریان نفت خام را در جهان رصد می‌کنند، صادرات نفت ایران در ماه ژوئیه حدود 100 هزار بشکه بوده است. رقمی که با 120 هزار بشکه استخراج شده از نرم افزار آیکون که مجموعه اطلاعات بازارهای مالی و کالای جهان را تحلیل می‌کنند، تفاوت فاحشی ندارد. منابع رویترز پیشتر میزان صادرات نفت ایران در ماه جوان را حدود 300 هزار بشکه در روز برآورد کرده بودند، یعنی الان شده یک سوم. سارا وخشوری تحلیلگر شرکت مشاوره انرژی SVB نیز صادرات روزانه نفت ایران را کمتر از 400 هزار بشکه در روز تخمین می‌زند و معتقد است که صادرات روزانه نفت ایران در ماه ژوئیه باید بین 250 تا 350 هزار بشکه بوده باشد. البته این خانم توضیح می‌دهد که بخشی از صادرات نفت ایران به مقصد چین بر اساس قراردادهای منعقد شده پیش از لغو معافیت‌های آمریکا انجام می‌شود و فروش جدید نفت محسوب نمی‌شود. این هم از این ماجرا. حالا ببینیم، آقای فرامرز دادرس خیلی قشنگ می‌گفت که این مفسران سیاسی که همه لقب دکتر و مهندس رو یا به پیششون میکشن یا به پشتشون میکشن، گفت همشون میگن دیگه دولت جمهوری اسلامی آخوندی در یک قدمی سقوطه، ولی من تعجب میکنم اینها قدمشون یه متر، 100 متر. بعد به شوخی هم میگه حالا امیدوارم که خیلی قدمشون به اصطلاح لنگشون رو باز نکنن، خشتکشون پاره بشه و اینها. خیلی آدم جالبیه این آقای فرامرز دادرس. و اما کره شمالی میدونید که دو موشک بالستیک شلیک کرد. دومین آزمایش موشک کره شمالی در یک هفته در آستانه برگزاری مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی انجام شده است که همین ترامپ شالاتان مانور آمریکا را عقب انداخت که گفتن آقا این خطر بزرگیه، این مانور باید انجام بشه تا به اصطلاح تعادل نظامی در اون منطقه کره شمالی، کره جنوبی، چین، ژاپن اینها برقرار بشه. این احمق تعادل رو از بین برده و میبینید که الان مثلا اینجا توی همین ماجرای گزارش مولر تا یکی از این ریپابلیکن ها جمهوری خواه ها آمد و چاپلوسی کرد و به اصطلاح چی میگن ننه من مردم ننه من غریبم بازی در آورد، ترامپ اینو کرد مسئول و اون آقایی که حرفاشو میزد فامیلیش کود بود، همون مثل کود شلوار هستا، اون رو اخراج کرد. ترامپ درست مثل شاه، مثل شیخ، شیخ دیدید تحمل نزدیکترین دوستش، یارش، ما با جانشین خودش آقای منتظری رو نداشت، گفت آقای بره زندان، این برد زندان. شاه دیدید حتی شایعه است که میگن اینا برادر خودش از بین برده. حالا از شایعه که بگذریم، میبینید افرادی رو که یه چیزی بلد بودن سرشون به تنشون میارزید. یه جوانی مثل آقای تیمسار آریانپور آمد گفت آقا این اشتباهه، این پولا رو بی خود دارین خرج میکنی، گفت آقا برو دنبال کارت. اونا رو کرد بیرون، یک مشت، ببخشید این کلمه رو میگم، یک مشت چاپلوس خایمال اینها رو دور بر خودش نگه داشت. این کیه؟ تیمسار ازهاری. اون کیه؟ طوفانیان. این چه کار است؟ نمیدونم اسلحه که میخره کمیسیون میسازه برای، خب کمیسیون چیکار میکنه؟ بعد برای شاه خانم میاره، قمارخونه میارن و الی آخر. اونا رو دور خودشون نگه داشت. افراد دیکتاتور چون نادان هستن و تظاهر به دانش میکنن، تحمل افراد دانا رو در کنار خودشون ندارند،
چون میفهمند که مردم فوری میفهمند که آقا این آقای دکتر فلانی که وزیر نفته، وزیر فلانه، بیشتر از شاه میفهمه، پس شاه باید ساکت باشه بذاره اون صحبت کنه، ولی اونو اخراج میکنه، خودش میره صحبت میکنه و این ماجرای نفت و ماجرای اوپک و دردسرهایی که بعدن آمد و اینها، همه اینها رو میبینید که از اونجایی هست که لعنت به دهانی که بیهوده باز شده. اون داستان رو یادتونه؟ لاک‌پشتی که دهانش رو باز کرد، داشت پرواز میکرد. آقای لاک‌پشت، خدا به تو قدرت پرواز نداد. دوستات این دوتا اردک با دانششون آمدن یک چوبی رو گرفتن به دهانشون، به نوکشون، و به تو هم گفتن این رو بگیر، ما میبریم، تو هم پرواز کن. رفت اون بالا، تا یه نفر حسودی شد، این احمق دهنش رو باز کرد، حرف زد، از اون بالا افتاد پایین، همون لاکش هم شکست و گذشت و رفت. ظریف گفته که با ادامه شرایط کنونی، گام سوم کاهش تعهدات برجامی را عملی میکنیم. آقای ظریف با چالشی توصیف کردن نشست اخیر کمیسیون برجام گفت نتیجه کمیسیون مشترک این بوده است که اعضای کمیسیون یک بار دیگر بر تعهداتشان تأکید کردند، اما ما باید ببینیم آنها چگونه این کار را انجام میدهند. در شرایط کنونی و تا زمانی که اقدامات لازم صورت نگرفته، حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد. جلسه فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام روز یکشنبه 28 ژوئیه در وین اتریش برگزار شده بود. پیشتر عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، فضای این دور مذاکرات را سازنده خوانده، اما در عین حال اظهار داشته بود که تا زمان تأمین خواسته های ایران، تهران به کاهش سطح تعهدات خود ادامه خواهد داد. وزیر خارجه ایران همچنین درباره عملیاتی شدن کانال ساز و کار مالی موسوم به اینستکس اضافه کرد. اینستکس یک مرحله مقدماتی بوده است، هنوز به طور کامل عملیاتی نشده و اگر هم عملیاتی شود، حتما ضرورت دارد که پول نفت وارد آن شود و اینگونه نباشد که اینستکس وسیله‌ای برای اجرای دستورات آمریکا باشد و آنها به اروپایی‌ها بگویند اینستکس چگونه می‌تواند کار کند. اروپا باید جرأت داشته باشد تا تعهد خود را اجرایی کند، نه منویات آمریکا را. آقای ظریف درباره خواسته‌های ایران از طرف این برجام گفت ما فعلا از بقیه تعهداتشان مانند سرمایه‌گذاری در ایران و سایر اموری که هست عبور می‌کنیم و می‌خواهیم در حد همین تعهدات اولیه‌شان، یعنی فروش نفت ایران و بازگشت درآمدهای نفتی ایران را اجرا کرده و توقع داشته باشند. وزیر بله الوعده این که چی میگن؟ خلاصه ماجرا این که ایران الان به نفت خیلی وابسته است. ای کاش اون حرفی رو که آقای دکتر مصدق زده بود اجرا شده بود، در این چاه نفت رو ببندید. یه شعری بود حافظ میگه که ببندید در این رو و در میخونه ها رو باز کنید، یا برعکسه که این ریا و چیز هست، منظورش به مساجد و این هاست. و این رو گروه آقای نادر مجد، دکتر نادر مجد، گروه چکاوک خونده بودن سالها پیش. من نوارش و سیدیش و اینها رو داشتم. اگه کسی اون شعر رو میدونه بفرسته اینجا برای دوستان دیگه. یه شعری از حافظ که درباره میخانه ها و این هست. خلاصه یک نوشته هم هست، میدونید هر کی میره دبی و میاد میگه آقا این دبی چی کار کرد این شیخ محمد، چون فهمید 20 سال دیگه نفت بیشتر نداره، آمد و گفت من این پول رو صرف یک کارایی میکنم که برای خدمات توریستی چنین و چنان. ولی یادتون باشه میگن همیشه مرغ همسایه غاز است و همیشه میگن چمن همسایه سبزتره. این ماجرای دبی به اون خوبی و قشنگی که من و شما فکر میکنیم نیست، و اون هم
یک چیز تو خالی ساخته یا ساخته بود. دلیلش اینه که حتی همسر خود این شیخ که اتفاقا فکر کنم از یکی از کشورهای دیگه زن این شده، اونم فرار کرد و رفت و به تازگی در انگلستان دیدنش. میگه که احساس خرسندی مردم در دبی چقدر است. در گزارش اخیر درباره میزان احساس خرسندی مردم کشورهای جهان، امارات عربی متحده در رده 20 قرار دارد. حالا دبی تلاش دارد به نخستین شهر جهان در این زمینه تبدیل شود. امارات خرسندی را به سیاستی ملی تبدیل کرده و وزیری هم برای رفاه و خرسندی در نظر گرفته است. حالا موقعی که این مانی خرسندی و هادی خرسندی برن اونجا بگن آقا ما هم فامیلون خرسندی، ما هم باید بشیم وکیل شادی و خنده و اینها. حماد الاوحد مدیر اجرای برنامه خرسندی در دبی درباره برنامه کشورش برای گسترش احساس رضایت و خوشبختی ساکنان میگوید: امروز برای آنکه شهری خرسند داشته باشیم، همه بخش ها باید همکاری کنند. ما بیش از 47 قهرمان خرسندی در 40 بخش و اداره دولتی داریم و نقشانها اجرای برنامه جامعه خرسندی است. ما آنها را به شکل مستقیم و غیر مستقیم تعلیم می دهیم تا طرز فکر و قاموسشان درباره خرسندی تغییر کند. امروز با پیشرفت تحلیل داده های اجتماعی، دولت ها می توانند میزان احساس خرسندی مردم را بسنجند و ارزش اقتصادی آن را در نظر بگیرند. کوری بلاک، استراتژیست تجارت و کارشناس احساس خرسندی، می گوید افراد شاد بهتر کار می کنند. افراد وقتی خرسندند و کارشان برایشان معنا دارد 50% پرثمرتر و 88% وفادارترند، چون در نیمی از وقت خود که سر کار زندگی را معنادار می‌بینند. من نمی‌فهمم این چیه. چون در نیمی از وقت خود که سر کارند زندگی را معنادارتر می‌بینند. یعنی میگه حتی اگه تو زندگی خصوصی و شخصی و خانوادگیشون مشکلی دارن، وقتی میرن سر کار خوشحال میشن. بله، میگه که اونها حتی خیابانی به نام خیابان خرسندی در دبی وجود دارد و برخی از مردم دلیل احساس خوبشان را از زندگی در دبی چنین شهر میدهند. شهروندی میگوید دبی واقعا بین شهروندان و خارجی های ساکن این روحیه را اشاعه میدهد که خواستن توانستن است. شهروند دیگری که از ولز میآید میافزاید باید گفت محیط اینجا شما را شادتر میکند. در کشور من دائما هوا ابری و دلگیر است و باران میآید. آفتاب دائمی اینجا حال شما را خوب میکند. و یک شهروند آمریکایی هم میگوید یکی این که احساس امنیت دارم، دیگر این که همه جا تمیز است. اما شناخت خرسندی امروز یک علم است. والا ما این خرسندی ها رو خودمون رو کشتیم، نتونستیم اینا رو بشناسیم. خب برید بخونید این مقاله رو، من لینکش رو میذارم. این رو یورو نیوز گفته و این لینک رو هم توی فیسبوک الان اینجا میذارم. مثل که چهارشنبه ها توی آلمان میگفتن میتوخ، اینایی که وکیل بودن دکتر بودن تعطیل میکردن میرفتن دنبال کارهای بانک و بالاخره نوبت دکتر خودشون، نوبت چیزهای دیگه و اینها. و به نظر میرسه که امروز هم دوستان ما اون تنبلی میتوخ آلمان آمده سراغشون. البته تو آلمان قربونش برم دوشنبه ها هم که روح تاگ هست، روح یعنی ساکت، اونم که رستوران ها میبندن و اینها. و میشه گفت خلاصه در اروپا از این 7 روز هفته که خدا نشست آفرید و گفت 6 روزشو کار کنین، 1 روزشم بیان برید کلیسا. خیلی جالبه، 6000 سال پیش که نه مسیحیتی بوده نه چیزی بوده، میگن خدا 6 روز نشست کار کرد و یک شنبه گفت که هیچکی کار نکنه و بره. حالا سر این یک شنبه مسلمان ها میگن جمعه است، کلیمی ها میگن شنبه است، به اصطلاح مسیحی ها میگن یک شنبه است. والا شنیدم آفریقایی ها روز دوشنبه رو
روز تعطیلی میدونن، نمیدونم تا چه حد این خبر صحت داره. در هر صورت اینم خدا، خدایی که آقای فیروزی هم گفت آقا من خدا رو ندیدم چرا بیام از قولش دروغ بگم. میگه که آلمان برای پیوستن به ائتلاف نظامی آمریکا در تنگه هرمز تردید داره. باز همین آقای فرامرزداده است به خوبی توضیح میده، میگه آقا هی نگید کشتی زیر دریایی اتمی فلان رفت اونجا. اولا وقتی میگید زیر دریایی اتمی، منظورش این نیست که این بمب اتم داره، این نیروی سوختش به جای دیزل، بنزین، نفت، هرچی از اتمه و همیشه اونجا بودن اینها، حالا یه روز کمتر یه روز بیشتر. بعد این امید دانا که من قبلا بهش میگفتم امید نادان، حالا که دانا شده اینقدر معرفت و شعور پیدا نکرده به دوستانی مثل ما که توهین میکرد، تهدید میکرد، تهمت میزد، بیاد بگه شماها اون موقع زودتر از من فهمیده بودید و من اشتباه کردم. من به یکی از دوستان نوشتم این از بچه های من جوانتره، من که احتیاجی به عذرخواهی این ندارم، با عذرخواهی این من نه شاه میشم نه اگه عذرخواهی نکنه گدا میشم، ولی اگه این کار رو میکرد نشون میداد که فهم و شعورش رفته بالا. کسی که سال 2012 آمد و اونجوری به دیگران فحش میداد، حمله میکرد، توهین میکرد، تهمت میزد، امروز یه دفعه شده مثل مأمور جمهوری اسلامی و از اول برنامه تا آخر برنامه داره تعریف از به اصطلاح کارایی میکنه که جمهوری اسلامی انجام داد. این هنوز انقدر انسان نشده، یا اگه انسان شده انسان شریفی نشده که بفهمه عذرخواهی کردن مال آدمای بزرگه. آدمای بزرگ هست که میفهمن اشتباه کردن، میگن متاسفم اشتباه کردم، یه قدم بزرگتر بالاتر عذرخواهی میکنن. بمانه آلمان برای پیوستن به ائتلاف نظامی آمریکا در تنگه هرمز تردید داره. آمریکا چون این کارایی که کرد همه میدونن بدون هیچ بررسی بوده و اشتباه محضه، کشورهایی که با اینها پیمان دوستی و همکاری داشتن یکی یکی دارن خودشونو به کوچه علی چپ میزنن و فعلا همکاری نمی کنن. میگه اولاف شولتز معاون صدر اعظم و وزیر دارایی آلمان روز چهارشنبه 31 ژوئیه درباره درخواست ایالات متحده برای پیوستن این کشور به ائتلاف نظامی در تنگه هرمز بسیار تردید دارند. حالا من این جمله رو شما بخونید، تو رو خدا نگاه کنید، اولاف شولتز گفته اینو که علامت گفته نیذاشت. بماند وی به تلویزیون ZDF گفت اهمیت دارد که از افزایش تنش نظامی در منطقه اجتناب شود و چنین عملیاتی خطر کشیده شدن به سمت یک درگیری بزرگتر را به همراه دارد، از این رو گمان نمی کند که این اقدام فکر خوبی باشد. دوستان این اقدام خرج داره. الان آقای بوریس جانسون که گفت ما میریم نمیدونم تنگه هرمز و خلیج فارس، بلا فاصله بنزین تو انگلستان گرون میشه، مردم ناراضی میشن، ناراضی شدن مردم میشه انتخابات زودرس. و شما ببینید در این چند مدت اخیر چند تا صدر اعظم به اصطلاح انگلستان یا نخست وزیر یا هر چیزی که شما بگین هی چپ و راست داره عوض میشه. اینا دلیل کاراییه که بدون برنامه، گفتم بهتون انگلستانی که 70 سال پیش چرچیل نخست وزیرش بوده امروز این دیوانه است، این رفته با ملکه سلام علیک کرده، بعد آمده گفته ملکه این رو گفت این رو نگفت، میگن اصلا این نباید بیاد بگه چی گفتن چی نگفتن. درست مثل ترامپ احمقه که میاد به اصطلاح سفیر و یک مأمور اطلاعاتی روسیه رو میبره توی کاخ سفید، روزی که آمده رئیس FBI رو اخراج کرده و میگه من این دیوونه رو اخراج کردم، و میاد برنامه اسرائیل رو به روسیه میگه که اسرائیل گفت آقا این دیگه چیه، و بهش دیگه الان نمیگن، میگن این نمیتونه نگه داره. بله آقای اکبری میگه اسم امید دانا را در لیست انسانها نباید گذاشت. ببینید آقای اکبری، شما برید عکسای روزی که خانم این
از ایران آمد، کسی که میگه دولت جمهوری اسلامی چوب فلان جاش کرده، چوب تو آسینش کرده، اینا عکس خانمش رو با اون گاریایی که نمیدونم از سبزی خوش گرفته تا لباسا و جواهرات و فلان اینا، ببینید چند تا چمدون ایشون بار زده. و خود شما با بچه‌تون با همسرتون از ایران که اومدید چند تا چمدون اینها داشتید. اینا یه سری آدم های دروغگو هن. اینا حتی اون زندان رفتناشون هم الان مردم شک میکنن و اون ماجرای نفوذی هایی رو که تعریف میکنن، میگن این آقای باطبی، این آقای فخرآور، این آقای دانا و دیگران تو این زندان ها میرن، زندان ها عکس میگیرن، تماس میگیرن، مصاحبه میکنن، بعدم یه دفعه سر در میارن از آمریکا. اینا باید زیر سوال برن و متاسفانه ما پیگیر نیستیم، متاسفانه فراموش میکنیم. من در ترکیه که بودم، این دوست خوبم میگه این آقای احمد باطبی، بهش گفتم دوست گرامی، روزی که شما ایشون رو نمیشناختی سال 2003 من با ایشون مصاحبه کردم، مصاحبه رو نگه داشتم ولی هیچ وقت پخش نکردم، چون گفت من آمدم از زندان بیرون برم امتحان بدم، آمدم از زندان بیرون برم دندونامو درست کنم، بعد شما برید دوستان تو رو خدا یکی از شما پیدا کنید این مصاحبه ای رو که تماس تلفنی این احمد باطبی، اتفاقا همشهری ما هست این باطبی، احمد باطبی رو با مامور وزارت اطلاعات، که به مامور وزارت اطلاعات میگه خب حالا رفتی در خونم، میگه آره دیروز پهلو مامانت بودم، حالش خوب بود فلان اینا، آخه والا بلا من نمیدونم این چه زندان سیاسی که به اینا مرخصی میده. بعد برید اون فیلم رو ببینید که ایشون نشسته رو قاطر داره فیلم برداری میکنه، از کردستان داره میره، بعد توی همون کردستان با افراد وزارت اطلاعات تماس گرفته و ساعتها یا دقایقی با اونها صحبت کرده. این دوستان ما نمیدونن، چون نمیدونن لحظه‌ای قضاوت میکنن، مثل شما یه دادگاهی درشو باز کنن بگن بشین اینجا هیئت منصفه هستی، بعد بگن این آقا این این، و بگی بله این قاتله، بعد بیارن بگن آقا اصلا این اونجا نبوده، اون دور و برش اون چیزای دیگر رو احتیاج به تحقیق داره، احتیاج به افرادی داره که اونها رو بازگو کنن، نداریم اونها رو متاسفانه. و وقتی هم یه نفر مثل ما میگه، دیروز بودی که از دوستان گفت آقا این ویدیوهای آقای بهرام مشیری رو شما نگاه کن، درست حرفای شما رو میزنه. گفتم آقای بهرام مشیری اون موقع که کارشون بیشتر شاهنامه خونی بود و اینها و توی کالیفرنیا بودن، هنوز تگزاس نرفته بودن، هر وقت ما برنامه داشتیم، هر وقت که نه، هر از گاهی زنگ میزدیشون و به من میگو براوو، تو واقعا شهامت داری، شجاعت داری. البته ناگفته نماند این شهامت داری، شجاعت داری، بعض وقتا میشه بگیم عقل نداری، شعور نداری. من اگه یه بار دیگه دنیا بیام، هرگز هرگز پامو تو رادیو تلویزیون نخواهم گذاشت، مخصوصا رادیو تلویزیون ایرانی. میرم آقا با این آمریکایی‌ها، میرم با این آلمانی‌ها فیلم میگیرم، کار میکنم، و اگرم علاقه به کار هنری و نمیدونم فیلم و اینها دارم، اون کرم و علاقمون رو اونجا به اصطلاح ارضا میکنیم. و اما بله، آقای اکبری میگه تمامشون مشکوک هستن. آره که مشکوک هستن. آقای فخرآور میگه من از زندان تماس گرفتم با ریچارد پر، بعد آمدم دبی، ریچارد پر آمد تو هتل تو اتاق عکس گرفتم. والا من نمیدونم اینا همجنسگرا هستن، باشن، هر چیز هر چیز رفت، به ما چی میگن، به ما مربوط نیست. ولی اینی که شما نمیشه از زندان ایران بلند شی بیای دبی، خب وقتی زنگ زدی تلفن زدی، اگه میگی همه مکالمات تو زیر نظره، اگه اون بهت گفته آقا برو تو دبی، برو مثلا تو هتل خلیج فلان اسم بنویس، خب اونا میان اونجا میگیرنه، پس دروغ میگی، پس شما فرستاده خودشونید، پس شما نفوذی هستید. چه نفوذی؟ سه روز بعدش نشست بغل دست این رضا تنبل پلوی و هی عکس نشونش میداده اینها، یکی پس از دیگری، یکی پس از دیگری. همون آقای منوچهر محمدی که داداشش رو میگه توی زندان کشتن که به علت مریضی از بین رفته. بله ممکنه زندان 90% در از بین رفتن ایشون تأثیر داشته. آمد و رفت با آقای رضا پهلوی عکس گرفت و رفت با آقای جورج بوش، بعد یه دفعه شد آقا تو پارک اینجا کنار خیابون میخوابید.
که مردم توی کباب بازار میگفتن آقا پول جمع کنید بدید برای این نهار شام، گفتیم آقای منوچهر گنجی که بابا هر روز منوچهر گنجی میگم فکر کنم خدای داداشش کشت یادم، منوچهر محمدی، منوچهر محمدی، بعد خواهرش اومد شد زن یک کسی که دو برابر سنش داشت، حالا یه خواهرم نه دو تا خواهر که اینجا جوک ساخته بودن میگفتن این آقای معلم چون تو آمریکا زندگی میکنه گاهی وقتا میگن که بیا یه مرغ بخر یه مرغم مجانی ببر، اینم یه زن گرفته یه زنم مجانی گرفته، دو تا خواهر رو برد با خودش تو خونه. آخه نکنید بابا زشت، شما زیر ذره بین مردم هستی. اون وقتا میگفتن شما دست بکنی تو دماغه، طرف میگه دست کرده تو سوراخ فلان، حالا که دیگه اینا مستقیم دست بکنن تو سوراخ فلانش. خب بریم ببینیم براتون چی گذاشتیم، اون فیلم رو بهتون نشون بدم. میگه که بریتانیا با کنار زدن روسیه به جایگاه دومین صادر کننده سلاح در جهان بازگشت. اینم از این. و ببینیم که دوستمون چی میگه. میگن که بله آقای فیروزی به سلامتی به کالیفرنیا برگشتن و از شما دوستان تشکر میکنن و به من هم یادآوری میکنن که دیگه این بار قول دادی که بیای کالیفرنیا یه سری به ما بزنی. میگم چشم، حتما این کار رو میکنم. من امروز دیدم که آقای نیساری عکسی گذاشته بود و فکر کنم خواهر ایشون بین سالهای 1360 تا 67 اعدام شدن. خیلی ها واقعا شرم و خجالت بر حکومتی که حتی وقتی کسی رو به ناحق اعدام میکنه تاریخ دقیق، جای دقیق، محل دفن دقیق رو به خانواده خبر نمیده. اونم حکومتی که آمد گفت آقا این شاه خیلی اعدام کرده، خیلی آدم کشته، ما میخواییم بیایم دیگه دوران ملهمه، یعنی قل و قل اینا رو بذاریم کنار و دوران مرهمه، رحمت و بخشش رو شروع کنیم. چنان گندی زدن که مردم امروز میگن صد رحمت به کفندزد اولی. کفندزد اولی خودش و پدرش چنان گند زدن که مردم بعد از 57 سال در قرن 20 به جای اینکه به تمدن بزرگ رسیده باشن رفتن سراغ آخوندا. اون وقت دوستای ما مثل آقای بابک هروی و اینها متاسفانه میبینی برگشتن. والا من هیچی نمیتونم بگم به غیر از اینکه این حرف دوستان رو قبول کنم که احتمالاً شما رو خریدن. حالا ما بارها گفتیم نمیگیم کسی مزدوره، نمیگیم کسی خائنه، ولی نمیشه یه آدمی که اینقدر تحقیق کرده بود درباره بختیار، درباره رضا پهلوی ویدیوها ساخته، یه دفعه اینجوری برگرده. مگر اینکه زن بچه شما رو گرفته باشن، تهدیدتون کرده باشن و الی آخر. آقای فرخ خانم میگه که من دیروز با مستر فیروزی صحبت کردم. آره این شد، ممنون، متشکرم. ببین که چقدرم اون صحبت شما، قولت میدم صد برابر برنامه من برای شما دلچسب تر بوده، چون با زبان خودتون، با زبان مادری صحبت کردید. ولی دوستان حتما این ویدیوی برنامه 10 پیش آقای حسن فیروزی رو که در 70 اجرا کرده و شرح حال خودش، داستان زندگی خودش رو بیان میکنه ببینید و ببینید که این دین و مذهب در دوره شاه حتی چگونه بین خانواده ها فاصله انداخت. و اما اون فیلمی رو که من بهتون گفتم نشون بدم که دوستمون فرستاده بود و گفته بود اگه منو میخوای باید خرجم کنی. حالا ببینیم همینه یا اشتباهی داریم نشون میدیم. یک لحظه با من باشی. آها اینه، یه سری کارتون که نه، یه سری فیلمایی میسازن نمیدونم کی، ولی کار هر کسی هست خیلی قشنگه و بعضی وقتا این فیلم ها والا از این برنامه های مزخرف 2 ساعته من
یا اون دیوانه شیرازی هست، این قبلا خیلی برنامه های قشنگی درست میکرد، یه پسر جوونی ورزشکار هم هست به قول خود معروف زیبا اندامه، تو آلمان این ورور میرفت، حالا زده به دیوانگی، من نمیدونم دوایی چیزی میکشه، هی میشینه میخنده، خودش نشسته روی تختی، حالا از این هنر فیلم برداری هم استفاده میکنه، یه بشکن میزنه، دوست از خودش عقب افتاده تر ظاهر میشه این ورش، اون دوستش هم هیچ کدوم از اینا مثل که دوست دختری چیزی ندارن، حالا خدا میدونه اینا مثل آخوندا سوار هم میشن چه کار میکنن. بعد میاد یه فیلم مزخرفی رو نشون میده، بعد شروع میکنن به خندیدن. این آقای اکبری از من پرسید آقا من نمیدونم اینا چرا میخندن، میگم آقا اینا یه مشتی آدم تنهایی هستن، بعد اینا حالا ما نمیخوام قیافه کسی رو به اصطلاح زیر سوال ببریم، شما نگاه کن اینا تنها و بی خانواده اونجا مجبور میشن یه بنگی علفی چیزی بکشن، بعدم قاه قاه شروع میکنن از هیچ از میخ تو دیوارم میخندن. خب این خانم میگه اگه میخوای باهات باشم باید خرجم کنی. ببینیم حالا اون آقا چجوری خرجم میکنه. یا جواب خواستگاری من نیدیم. آره ولی اگه میخوای باهات باشم باید خرجم کنی. باشی برو. یک ماه بعد رعیا ببین یک کامیون خرجم کردم. این همه خر بچه بردی چون گفتی باید خرجم کنی دیگه، از کلب محمد هم خرش گرفتم، خرهای دیگه رو رجم کردی بردی چون گفتی خرجم کن دیگه، خرجم کردم، خودت که بودی دیگه برش دیگه رو نارجم کرد، من گفتم خرجم کن تو رفتی خرجم کردی. نه خرج خرجم کن برای آینده مونه. بسیار عالی. اینم باز یکی از اشکالای زبان فارسیه که بعضی وقتا باعث سوء تفاهم میشه. به یکی از قول دوستانم میگفت آقا ببخشید که سوء تفاوت شد. خب آقای نیساری هم منم ممنونم از شما، ایشون میگه درود بر کاکو شیرازی برای گرامی داشتن آزادی بیان و اندیشه در تلویزیون مردم. آقای نیساری من زود برگشتم از مسافرت و امیدوار بودم دیداری با شما داشته باشم، برنامه‌ای داشته باشم، ولی این برنامه‌ای که به خاطر ایرمان ایران بومی داشتیم چنان من رو منقلب کرد و به اصطلاح حال من رو دگرگون کرد و بعد برنامه‌ای هم پیش آمد، من سفری رو که باید 18 روز در آلمان میموندم به همون یک روز واقعا، من امروز ساعت 7 رسیدم آلمان، فردا صبح از خواب بیدار شدم بلند شدم رفتم فرودگاه، گفت بلیط 2100 دلار، گفتیم بابا ما یه سری بلیط پول دادیم، گفت نه اون هلو یا اون باطل شده، حالا باید یه بلیط جدید بخری، گفتیم اگه اون بلیط رو بخوایم عوض کنیم، گفت اونو نمیتونی امروز عوض کنی، برو فردا بیا، 330 دلار هم جریمه دادیم و فردا آمدیم، یعنی ما حقیقتاً 48 ساعت هم در آلمان زیبا نبودیم و آمدیم، ولی خب با آقای رضا زرابی دیداری داشتیم، با خانم مریخ دیداری داشتیم، با آقای ایران بومی دیداری داشتیم و حالا امیدوارم که یه وقت دیگه یه فرصت دیگه یه برنامه ریزی بهتر بیایم و با دوستان دیگه هم باشیم. سفر آدمها رو پخته میکنه، آدمها رو با شعور میکنه. اینم از این ماجرا. ممنونم از شما، شما هم هر وقت خواستید میتونید در تلویزیون ما با دوستان باشید و برنامه های خودتون رو ادامه بدید. ولی میگه احمدی نژاد گفت که 2300 نفر فکر میکنن ثروت کشور مال پدر جدشان هست. دوستان یادتونه رفسنجانی هم یه دفعه تقریبا یه چیز اینجوری گفته بود، گفته بود که آقا ما انقلاب کردیم و اینها، حالا یه سری جدید آمدن و خود ما رو هم به اصطلاح قبول ندارن و ما رو عقب زدن. یعنی این که جمهوری اسلامی بعد از 40 سال خودشون افتادن به جون خودشون و این درخت های هست یه جای 1000 سال، درخت های مسجد نو خدا میدونه چند سالشون بود، درخت های تو کالیفرنیا اصلا ثابت شده هزاران سال، درخت های هستن که امروز شما میکاری 5 سال قدش بلند میشه، بعد تو سال 10 موریانه میزنه یا مرض میزنه میره. این درخت جمهوری اسلامی چون
اساس پایش غلط بوده. جمهوری نمیتونه اسلامی باشه، جمهوری نمیتونه مذهبی باشه. اگر جمهور هست باید رأی مردم باشه و رأی مردم وقتی اهمیت داره که نتونن اکثریت بیان بگن آقا ما میخوایم همه مسلمون شیعه باشن و بقیه گردنشونو بزنیم. جامعه سالم دموکراسی جمهوری رأیشون ارزش داره که اکثریت حقوق اقلیت رو رعایت کنن و بهش احترام بذارن. محمود احمدی نژاد از دوشنبه در مراسم بزرگداشت حکیم میر فندرسکی در منطقه فندرسک استان گلستان سخنرانی کرد. چکیده اظهارات رئیس جمهور سابق را به نقل از کانال تلگرامی حامیان او میخوانید. مردم را تحقیر میکنند، نه که خودش نکرد، نه که خودش به مردم نگفت ارازل و اوباز، چون خودشان را برتر میدانند. فکر میکنند ثروت کشور مال پدر جدشان هست. هر کس که باور کرده برتر از مردم است، او عامل بدبختی و فساد است. 2300 نفر در کشور هستند که اینطور فکر میکنند. امسال 148,000 میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل های انرژی گیر دولت میآید. این مال ملت است. مگر مدیران کشور بدون رضایت مردم حق تصمیم گیری دارند؟ چرا یک اشتباه را 50 بار تکرار می کنند؟ ریخت و پاش در سازمان های حکومتی از پول چه کسی است؟ خب بعضی ها میگن اقلن این احمدی نژاد آمد و یه یارانه‌ای به مردم داد، یعنی حقیقتاً گفت درسته که ما پول نفت رو میخوریم و میبریم و خرج لبنان و فلسطین و اینا میکنیم، ولی بیا این از ریخت و پاشش یه پولی هم به شما میدیم. همون کاری که شاه هم اون غذای یا خوراک مدرسه ها و اینها که بعد الان دوستان آمدن میگن آقا ما که در هر شهر و هر جایی کشت و کار داشتیم، تولیدات داشتیم، چرا اینها آمدند و شیر خشک آمریکایی که روی گونیاش عکس دو تا دست بود که دست داده بودن و اونا رو دادن به مردم، و چرا با این کار به اصطلاح باز تولید کنندگان داخلی رو از بین بردن و نابود کردن. خب میگه که اگر این طور بود ایرانی های مهاجر همشون با شعور بودن. منظورتون چطوره آقای کاووسی؟ من بارها گفتم وقتی من صحبت میکنم میرم جلو یه دو دقیقه بعد نگاهی به این بر میندازم، شما باید اون یه کلمه رو بگی، یه تیکه رو بگی. دوستان دقت کنید روی ایمیلتون، روی مسیجاتون یه گزینه ای هست، میگی شما وقتی میخوای جواب یه نفر رو بدی، میخوای یه قسمتی از ایمیل اون اینجا نوشته بشه، بگید بله. دلیلش اینه که شما وقتی ایمیل اون رو میگیرید، اون ممکنه 100 تا ایمیل دیگه به دیگران فرستاده باشه، اصلا ندونه از شما چی پرسیده، درباره چی با شما صحبت کرده، و شما وقتی یه قسمت از ایمیل اون رو براش پس میفرستید، اون میدونه که چی پرسیده، چی گفته و شما جوابش رو چی دادی. در صورت اینها هم تکنیکایی هست که در این قرن 21 باید رعایت کنید. چون من میخوام که شما سرحال باشید و به کارهاتون برسید در زندگیتون، این اتفاقا آقای مشیری اینو میگفت میگن که یادتونه وقتی هم من رفتم یه سفری گفتم حالا من میرم ببینم شما چی کار میکنید، اون روز دالایی میگفتید این سربی جلو رضا پهلوی رو گرفته. خب حالا ما رفتیم آمدیم، ایشون چه غلطی کرد؟ آقای بهرام مشیری هم میگه آقا شماها نشستید انگار که مثلا من هر روز میتونم به ترامپ زنگ بزنم و بگم ترامپ برو بزن ایران آخونده رو بکش و یه بمبی هم بنداز که فقط بمب آخوندکش باشه. آخونده یعنی اون کسی که تو خونه این آخونده داره خدمت میکنه، اون آشپزه، اون نمیدونم راننده، اونا رو نه، فقط آخوندکش باشه. گفت بابا من یه آدمی هم نشستم اینجا یک برنامه اسکایپ جلوم برنامه پخش میکنم، اینم هر روز قطع و وصل میشه. برید ببینید این حرفای آقای بهرام مشیری هم شنیدنیه. دوستان عزیز من از یکایک که شما ممنونم، اجازه بدید چون آقای سعید دوست عزیزمون یه چیزی رو اینجا گذاشته از رادیو فردا، ما ببینیم چیه. اگر بله
میگه واکنش خامنه ای به اعدامها در بحرین ظلم پایدار نمیماند. یادتونه یک آهنگ بسیار قشنگی بود با صدای فرهاد اگه اشتباه نکنم، و میگفت که ظلم کفر باقی میمونه ولی ظلم باقی نمیمونه. یه چیز عربی هم میگفت، نمیدونم از ظلم یقبا و از این چیزا. روز چهارشنبه در حساب توییتر عربی آیت الله علی خامنه‌ای، اولا یکی من بگه بالاخره این توییتر آزاده یا آزاد نیست؟ اگه آزاد نیست حرامه یا حلال نیست؟ اگه آزاد نیست و حلال نیست تو چرا ازش استفاده میکنی؟ مسئولین دولت چرا ازش استفاده میکنن؟ اگه آزاد هست و حلال هست چرا نمیذارید مردم استفاده کنن؟ واقعا ننگ بر شما، واقعا خجالت بر شما، واقعا امیدوارم شماها وضعی بدتر از خانواده شاه و شاه نصیبتون بشه. اون که بیچاره تو 60 سالگی دق کرد مرد و میگن خانم فره دخالت زیادی داشته، هم در ماجرای انقلاب هم در به اصطلاح از بین رفتن شاه. و برید اون مصاحبه های آقای انصاری و دیگران رو که نزدیک بودن با اینها ببینید که چگونه حتی در انتخاب دکترها این زن دخالت میکرده. این زنی که به اصطلاح اون آرزوی به قدرت رسیدن رو در سر خودش پرورش میداده و حتی یه نوشته یه جا ساده آمده بیرون که انگلستان به این گفته که شاه رو ما از بین میبریم و شما میشی نایب السلطنه. ممنونم از سعید عزیز. و تنش در سخنرانی ترامپ در ویرجینیا، میگه go back to your corrupted house. همینجوری که این ترامپ به دیگران گفته برین اونجایی که آمدین، یه نفر اینجا بلند شده اعتراض ابراهیم سمیره در میان سخنرانی ترامپ. در جریان سخنرانی دونالد ترامپ در ویرجینیا، ابراهیم سمیره نماینده دموکرات و مسلمان ویرجینیا با در دست داشتن پلاکاردی به رئیس جمهور آمریکا اعتراض کرد. او به خبرگزاری ها میگوید که اعتراض او به سیاست ها و لحن دونالد ترامپ است. یکی از محاسن آمریکا همینه. شما این جوان رو نگاه کنید قیافش، من اصلا نمیدونستم که این نماینده دموکرات اینجاست، ولی نگاه کنید وایستاده با شهامت با شجاعت بدون اینکه کاری کنه که غیر قانونی باشه. البته همین هم میان بهش میگن بشین، شما اگه بخوای تظاهرات کنی باید اجازه بگیری و الی آخر. این آمده گفته برگرد به اون کراپت هاوس. کراپت یعنی جایی که فاسده، کراپشن یعنی فساد، مثلا یه دولتی که کراپتد هست یعنی یه دولت فاسد. و بهش گفته تو برگرد اونجا دیپورت هیت. میدونید این میگه آدم ها رو باید دیپورت کنن، اخراج کنن. این میگه تنفر رو باید اخراج کنیم. و ریونایت مای فامیلی، میگه فامیل من رو با من بله میدونید خیلی از فامیل ها رو این مردک شارلاتان به اصطلاح از هم جدا کرده. یه دلیلی که به این نماینده بالتیمور هم پرخاش میکنه اینه که اون رفته بود از این زندان ها دیدار کرده بود، به اصطلاح دیدن کرده بود و گفته بود وضع خیلی بده. باورتون میشه این زندان های ایمیگریشن یا مهاجرت، اداره مهاجرت، زندان های شخصی هست که به عنوان تجارت بعضی ها راه انداختن و اینها برای پول ساختن مجبورن افراد رو اونجا بیشتر نگه دارن. میدونید چند مدت پیش تو همین برنامه گفتیم که یک قاضی بچه های زیر سن رو مینداخت زندان، چون اون که صاحب زندان بود به این کیک بک میداد. کیک بک رو به ایرانی نمیدونم زیر میزی میگیم چی میگیم، و رشوه نه، رشوه برای کسی که کاری برد. در هر صورت بله بهش یه کمیشنی میداد، بهش یه کیک بکی میداد. دوباره برگشتیم به کیک بک. بله اینم از این ماجرا. دوستان عزیز شما هم اگر مایل باشید در تلویزیون مردم میتونید برنامه‌های خودتون رو داشته باشید با هر عقیده، با هر اخلاق، با هر دین، با هر مذهب. من در 20 سال گذشته
اولین کسی بودم که به کردها برنامه دادم، اولین کسی بودم که به ترکها برنامه دادم. متاسفانه اون دوستان دیگه امروز ما رو از یاد بردن. هیچ اشکالی هم نداره، چون خود من از آقای شبخیز یه بار ایراد گرفتم، گفت ما به یک هنرمندی برنامه دادیم وقتی معروف شد، حالا دیگه خودش از فیسبوک. گفتم خب آقا قرار نیست که اون که حالا که فیسبوک آمده مثل این میمونه که شما بگی من این فلانی رو اون دفعه سوار درشتی کردم، حالا طرف رفته پول داره ماشین میتونه بخره، بازم ماشین اگه خریده بذاره کنار خونه بیاد سوار درشکه شما بشه. این تلویزیونای ما دیگه شده درشکه. بله هنوزم وقتی میری مشهد سوار درشکه میشی، هنوزم وقتی میری نیویورک سوار درشکه میشی، ولی دیگه هم خودت میدونی هم دیگران میدونن، هم اون درشکچی که ما باشیم میدونیم که درشکه زمانش گذشته. دوستان عزیز باز هم از این که با ما بودید ممنون و متشکرم و اجازه بدید که به امید فردایی بهتر و آیندهی روشنتر با شما حالا یا خداحافظی کنیم یا اینکه بگیم که اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم، حمایت فراموش نشه. ساده ترین راه حمایت استفاده از پیپال هست. شما حتی با ایمیل من، با ایمیل آدرس من میتونید ارسال کنید حمایت هاتون رو. بعضی از افراد از فیسبوک و دیگر برنامه ها هم میتونن حمایت کنن. به نظر من اونی که بخواد میتونه و پیدا میکنه که چگونه حمایت کنه. روز روزگار بر شما خوش.